شاخه است از شاخه های ایمان. اگر حیای زنهای صدر اسلام را مطالعه بکنیم، یکی از اونها را به طور نمونه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را بیان میکنم که خواهران ما امروز باید درس حیا، درس عزت و عفت را باید از عایشه یاد بگیرن. عایشه ای که 16 آیت، بیش از 16 آیت به شأن پاکی عایشه نازل می شود، آن ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها چی حیایی دارد. زمانی که رسول خدا فوت می کنن، زمانی که رسول الله فوت می کنن، حضرت عایشه صدیقه می رود بر سر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشیند، در حالی که رخسار عایشه و چهره عایشه پوشانده نبود. بعد صدیق اکبر فوت می کند، در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن می شود، عایشه صدیقه باز هم می رود در کنار پدر خود و در کنار شوهر خود می نشیند، دعا می خواند. بعد از این دو یار بزرگوار، یار سومی فاروق اعظم فوت می کند. فاروق اعظم را در کنار رسول الله و صدیق اکبر دفن می کنند. عایشه صدیقه بعد از آن می رود با حجاب اسلامی، رخسار را می اندازد و روبن می اندازد، صدای خود را بلند نمی کند، می رود کنار قبر پدر و کنار قبر شوهر می نشیند، بسیار آهسته و با وقار و با حیا بیرون می شود. زنهای صدر اسلام، اون زنهایی که در صدر اسلام بودن، پرسان می کنند ای عایشه، شما در فوت رسول الله روی خود را نمی پوشندید؟ زمانی که صدیق اکبر پدر شما دفن شد نمی پوشندید؟ چی شد که در وقتی از زمانی که عمر دفن شده شما روی خود را می پوشانید؟ عایشه صدیقه می فرماید حیا من عمر، ما از حضرت عمر حیا می کنم که روی خود را نپوشم. سبحان الله، عایشه صدیقه از مرده ها حیا می کرد، اما زنهای امروز از زنده ها حیا نمی کنند. زنهای امروز از وی در بین جامعه حیا نمی کنند. زنهای امروزی از مردان اجنبی حیا نمی کنند. چگونه بگوییم ما پیرو مسلمانان صدر اسلام و چگونه بگوییم ما پیرو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می باشیم؟ پس اینها بودند که به صدر اسلام کسانی بودند که حیایشان چنان حیایی بوده که از فوق آسمان ها در شأن عایشه صدیقه آیه نازل می شود. سبحان الله. برادران عزیز و بزرگوار، بحث خیلی بحث طولانی و بحث کلی است، اما این را میگویم، دشمن آمده تا همه جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی را یکایک به سوی سمت بی‌حیایی بکشاند. امروز بزرگترین عامل بی‌حیایی چیست؟ تلویزیون‌ها و شبکه‌های افغانستان، تلویزیون‌های افغانستان همه دست به دست هم دادند تا ناموس این ملت، جوان این ملت، دختر و پسر این ملت را به سوی بی‌حیایی بکشانند. هیچ درسی ندارن جز درس بی‌حیایی، درس بی‌عزتی، درس بی‌عفتی. برادران عزیز، باید ما متوجه باشیم. اگر او هفته گذشته دخترانمون را به سمت و سوی خیابان‌ها به دویش انداختن، این را بدانیم، متوجه باشیم. اگر ما پیش روی اینها را نگیریم، اگر ما پیش روی اینها استادگی نکنیم، به والله قسم 5 سال بعد شاید تمام اختیار دختر و پسر از دست ما بیرون بشود. باید متوجه باشیم.